همزمان امروز وزارت دفاع ایران اعلام کرده که دومین پرتاب ماهواره بر سه مرحله‌ای ذوالجناح به منظور اهداف تحقیقاتی انجام شده. پرتاب اول این ماهواره 14 بهمن 99 انجام شد و در اسفند 1400 هم گزارش‌های درباره پرتاب ناموفق اون منتشر شده بود. تلاش برای پرتاب موشک ماهواره بر سوی ایران بیشتر با واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا مواجه شده بود. ایالات متحده پرتاب این موشک‌ها رو ناقض قطعنامه 1929 میدونه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر، و شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما هستن. آقای ندیمی، اولا که خب بیشتر عکس‌های منتشر شده بود از اینکه سکوی پرتاب سمنان آماده است و احتمالاً این پرتاب هم از همون سکو انجام شده، اما چرا دقیقاً زمان و مکانش اعلام نشده و اساساً ذوالجناح چه اهمیتی داره موضوعش؟ فکر میکنم دلش اینه که برنامه دفاع دنبال میشه، بچه برنامه که به وسیله سپاه پاسداران دنبال میشه، ماهیت نظامی و سری داره و اصولا از نظر سازمانی خب برای اینا سخته که برنامه رو از پیش اعلام بکنن، کاری که میخوان انجام بدن از پیش اعلام بکنن. برای اینکه از نظر ماهواره‌های غربی، از نظر ماهواره اسرائیلی، کوچکترین فعالیت‌ها زیر نظر هست. نمونهش عکسی بود که آقای ترامپ منتشر کرد که کوچکترین جزئیات سکوی پرتاب و فعالیت‌های فضایی ایران مشخص هست و برای اونا روشن هست. فقط این موضوع از دید آقایون به نظر خیلی محرمانه میاد و برای مردم نمیخوان منتشر بکنن این موضوع، به خاطر چه جنبه تبلیغاتی که داره و جنبه حیثیتی که این فعالیت‌ها داره. تا احیانا در صورتی که پرتاب با موفقیت انجام نشه و شکست بخوره رو سکوی پرتاب منفجر بشه، مثل چند موردی که پیشتر انجام شده، پردپوشانی سعی بکنم انجام بدم. ولی خب واقعیت اینه که الان با در دوره‌ای هستیم که ماهواره‌ها، عکس ماهواره‌ای در اختیار همگان هست و خیلی سریع این مسئله روشن میشه، ولی هنوز این مسئله برای آقایون روشن نیست. و از طرف دیگه خب ماهیت نظامی برنامه هست، حتی بخش نظامی هم به وسیله نظامی، یعنی با وجود اینکه گفته میشه اهداف تحقیقاتی داره اما ماهیتش در حقیقت نظامی، به این موضوع یعنی روش تمرکز نمیشه لااقل. ببینید، راکت ذوالجناح قوی ترین موتور سوخت جامد ساخت ایران رو حمله کنه در مرحله اول و دومش، که با توجه به وزن 52 تنی این راکت، هر مرحله میتونه 74 تن تراست یا نیروی پیشرانش تولید بکنه، که قراره که یک ماهواره 220 کیلوگرمی رو به مدار 500 کیلومتری برسونه. من برای مقایسه عرض میکنم که موشک مینوتمن قاره‌پیمای آمریکایی که الان مهمترین و اصلی ترین موشک قاره‌پیمای اتمی آمریکا هست، میتونه 90 تن نیروی رانش رو با وزن 36 تن تولید بکنه. بنابراین می‌بینیم که هنوز تا رسیدن به اون مرحله کار دارن، ولی مشخصه که دارن تلاششون رو می‌کنن که یک موشک سوخت جامد با توان بسیار بالا ایجاد بکنن با حداقل وزن. صحبتش اینه که نسل‌های آینده ذوالجناح بدنه کامپوزیت داره، بدنه غیر فلزی داره و وزن خیلی کمتری خواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسه که با توجه به فعالیت‌هایی که سپاه پاسداران و وزارت دفاع، سازمان صنایع هوافضا به صورت موازی دارن انجام میدن، هدف اینه که بتونن یک موشکی بسازن که هم بتونه ماهواره‌ها رو به مدارهای بالا برسونه و هم که بتونن از نظر این که بتونن بخوان یک موشک قاره پیما یا میانبرد با کارایی بسیار بالا تولید بکنن، این کار رو بتونن انجام بدن. و میدونیم که یک موشک قاره پیما تا زمانی که کلک هستی نداشته باشه هیچ ارزشی نداره. آقای سمی، همزمان با اعلام خبر توافق برای از سرگیری مذاکراتی که این شلیک انجام میشه، این پرتاب در حقیقت اعلام میشه که انجام شده با ویژگی هایی که آقای ندیمی گفتن، آیا عملی وجود داره که اوضاع رو پیچیده تر بکنن، اونم همزمان با وقتی که به نظر میرسه گشایشی در راهه؟ با درود خدمت شما، بایستی عرض بکنم قطعاً این گونه هست، برای اینکه ما میدونیم که در داخل جمهوری اسلامی گروه هایی هستند که هیچ گونه علاقمندی به رسیدن به نتیجه گیری در مذاکرات ندارند و سعی میکنند که از طریق این گونه خبرهای تناقض آزا و آقای سمی اجازه بدید ببخشید همینجا ازتون میپرسم، خب اینو دیگه وزارت دفاع اعلام کرده، دولت هم داره مذاکرات رو به نظر پیش میبره، این گروه هایی که میگین دقیقاً کیان؟
اینها سپاه پاسداران و اونهایی که در داخل سپاه پاسداران هیچ گونه علاقمندی به رسیدن به نتیجه ندارن. ما میدونیم که حتی در گذشته آقای شمخانی هم اعلام کردند که یک سری گروه های داخلی وجود دارن که علاقه ای به رسیدن به توافق در برجام رو ندارن. این به طور خاص بخوام عرض بکنم سپاه پاسداران و افراد درجه یک سپاه پاسداران که در چند روز اخیر هم دیدیم تغییر و تحولاتی در مدیریت و رهبریت اونجا اتفاق افتاده و اینها میخوان از خودشون یک وجهه جدید و یک وجهه به اصطلاح انقلابی تری رو نشون بدن. این منتها واکنشی که داره در امریکا به خصوص این هست که امریکا رو بر این وامی داره که ایران پایبند به اصول مذاکراتی که حتی همین چند روز پیش آقای بورل پیام آور اون بوده نیست و این تناقضایی باعث میشه که اون عده داخلی در درون جمهوری اسلامی نتیجه‌ای که میخوان رو بتونن بگیرن. سپاسگزارم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی از واشنگتن با ما.